حبال تناسلی بیماری مقاربتی جنسی بسیار خطرناکی است که برخی از افراد در روابط جنسی محافظت نشده دچارش میشن تو این ویدیو همراه من باش که در مورد این بیماری اطلاعات خیلی زیادی بهتون بدم با من همراه باشید بر شما دوستان عزیز دکتر ایوا هستم متخصص روانشناسی این کلیپ با بحث بیماری مقاربتی جنسی تبخال جنسی در خدمت شما دوستان عزیز هستم خب تبخال در واقع بازم مثل یه سری بیماری های دیگه از طریق دو نوع ویروس وارد بدن ما میشه ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک ویروس هرپس سیمپلکس نوع دو که نوع یک به مراتب شدیدتر از نوع دو هست علائمش در خانم ها شیوع تبخال تناسلی به مراتب بیشتر از به اصطلاح آقایون هست دلیلش هم این است که در واقع خانم ها مستعد بیشتر این بیماری هستند علاوه این به بیماری چند مورد هست که من خدمت شما عرض می کنم یکی این که تبخال ها به صورت تاول های آبدار یا چرکی در اطراف در واقع ناحیه تناسلی و همچنین در حلق گلو و حتی در دور لب ها و زیر لب ها یعنی توی لسه ها ممکنه که در اثر رابطه جنسی دهانی مقعدی و واژینال فرد از فرد آلوده در واقع مبتلا بشه فرد وقتی که به این تبخال مبتلا میشه باز اگر افراد تبخال ها رو دستکاری بکنن یعنی ترشحاتش رو بخوان خارج بکنن وضعیت بدتر میشه همراه با سوزش و حالت سوزن سوزن شدن هست فرد حین ادرار در واقع درد داره و ترشحات واژینال از مهمترین علائم این تبخال های تناسلی هستند اولین توصیه این که اگر فردی به این تبخال ها مبتلا شد حتما به یک تست تشخیصی به بیمارستان مراجعه بکنه و از دستکاری کردن این تبخال ها به شدت و به جد جلوگیری بکنین چون باعث میشه سایر اعضای بدنتون هم دچار این تبخال بشه ویروس هرپ سیمپلس نوع یک شدیدتر از نوع دو هست و بیشتر تبخال های دهانی در داخل لبها و اطراف لبها را باعث میشه که ظاهر بدی نیز به فرد میده تماس پوستی با زخم تبخال تماس با بزاق آلوده تماس با مایعات و ترشحات بدنی که و تماس های پوستی باعث ایجاد در واقع بدندر در تورم قدرت لنفاوی و ایجاد زخم در غشاهای داخلی دهان نیست میشه این بیماری در واقع بسیار خطرناک هست و هر فردی که مبتلا میشه به جد باید از تماس با اون فرد جلوگیری بشه زخم های تبخال معمولا در اطراف ناحیه تناسلی نیز ایجاد میشن که به صورت زخم های قرمز رنگ و دارای ترشحات هستند که توصیه میشه از خارج کردن ترشحات اونها جلوگیری بکنید روش های پیشگیری از تبخال تناسلی هم اینه که حتما شما اینکه ما باید در واقع از روابط جنسی متعدد با افراد آلوده یا حتی اگر همسراتون میبینید به نحوی به این ویروس مبتلا شدن به شدت جلوگیری بکنید پس حتما یادتون باشه که در واقع راه های پیشگیری این هست که شما حتما روابط جنسی خطرناک رو کنار بذارید یا از رابطه جنسی با این افراد اگر اشتناب نمی کنید حتما از لاتکس های مطمئن استفاده بکنید ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید سابسکرایب و لایک یادتون نره و دوستتون دارم بدرود